بینندگان عزیز، از حدود یک ماه پیش یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در مراجعات مکرر به گروه خبری صدا و سیما در مجلس درخواست داشت که ما با ایشون مصاحبه انجام بدیم، چون ایشون خودشون رو به عنوان کاندیدای انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری مطرح کردن. ما برای آگاهی بیشتر شما از اینکه آقای صراف چقدر آماده هستن که در این انتخابات شرکت کنن، چند تا سوال از ایشون می‌خوام بپرسیم. آقای صراف، آقای شما می‌دونید که چشم انداز جمهوری اسلامی، چشم انداز 20 ساله که سال پیش به تصویب رسید، چه هدفی رو برای جمهوری اسلامی در 20 سال آینده تعیین کرده؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین زمین عرض ادب، عرض سلام به بینندگان محترم، تشکر از کانال دو و به ویژه ساعت 23 بهار محبت کرده از من مصاحبه، تشکر میکنم. اجازه بدیم که با توجه به ایام گذشته خیلی موضوعات و مشکلاتی که پیش آمده اینا، از به زور، از لحاظ بیکاری، از لحاظ اینکه اجرای عدالت سینما اینا، و این اساس من مصمم هستم که به طور قطعی تصمیم گرفتم در انتخابات شرکت بکنم، به نفع هیچ کس هم کنار نخواهم رفتم. آقای صراف، حالا قبل از اون، آیا من از شما پرسم، این چشم انداز 20 ساله یک پاراگراف اصلی داره، اون شما ازش اطلاع دارید؟ اون پاراگراف اصلی چشم انداز چیه؟ چشم انداز چرا اطلاع دارم، اون اینی که انشالله تعالی اونجور که هست باید به فناوری غنی‌سازی اورانیوم باید پیش ببریم و در حد صلح‌آمیز اینا، اونم من توصیه کردم که نباید به تهدیدات دشمن به حساب توجه شد، به طور قطعی باید اینو اجرا کرد بدون توجه به تهدیدات دشمن اینا. آقای صراف، میدونین که هدف اصلی برنامه چهارم توسعه کشور چیه؟ هدف چهارم توسعه کشور این که به حال انشاءالله تعالی اونجور که معلومه به حساب اون برنامه های که پیاده خواهیم کرد، به طور قطعی طوری پیاده بکنیم که اهداف انقلاب در سطح بهتر پیاده بشه و بتونیم به مخصوصا به مناطق محروم و همچنین به مناطقی که به حساب در عقب هستن پیش ببریم. چه صراف، یه سوال دیگه، شما میدین در تولید ناخالص داخلی کشور چه فاکتورهای مؤثره؟ در تولید ناخالص کشور فاکتورهایش مؤثره اینی که به حساب به تولیدات اینا بیشتر توجه بکنیم که بتونیم صادرات غیر نفتی را پیش ببریم تا موضوعات و مشکلاتی که به حساب به وجود آمده از بین ببریم. یه سوال دیگه رو بیم تو بحث سیاست خارجی، شما این عبارت مهار دوگانه چه معنی میده و از کی کاربرد اون آغاز شده؟ مهار دوگانه اینی که به حساب بتونیم به حساب در مقابل به حساب تهدیدات دشمن بیستیم و برنامه ها رو طوری پیش ببریم که دشمن نتونه به هر صورت به حساب به ما نتونه اصلا یه تیرم بیندازه. آقای صراف، شما میدونید که طرح آمریکایی خاورمیانه بزرگ چه مواردی در بر میگیره؟ بله، از بزرگ اونجور که معلومه این طرح آمریکا و اسرائیل که میخواد با این وضعیت اسفناکشون که هنوز خودشون از بطلاق عراق نمیستن بیرون میکشن، همسن افکار رو میفرمانن که با قوامیان بزرگ ایجاد بکنند. اینا بدانن که مردم، یعنی نظرشون این که ایران رو هم در داخل اون قوامیان بمونجنند. خیلی متشکر آقای صراف. بینندگان عزیز، همونطور که دیدید سوالایی که ما از آقای صراف کردیم اکثرشون با جوابهایی که از ایشون شنیدیم هیچ تطبیق نداشت. من میخوام خدمتتون عرض کنم که به خاطر همین حضور برخی از افراد هستش که شورای نگهبان در دوره گذشته مجبور شد صلاحیت 800 نفر از کاندیداهایی که خودشون ثبت نام کردن بررسی کنه، اما در نهایت فقط 10 نفر تایید صلاحیت شدن و فقط انرژی و وقت زیادی از شورای نگهبان و سایر دستگاه‌ها و نهادهای کشور گرفته شد برای بررسی این صلاحیت‌ها. چه خوبه که افرادی که آمادگی شرکت در انتخابات رو ندارن خودشون اصلا پا پیش نذارن تا این همه هزینه و انرژی از بیت المال کشور صرف نشه.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوبه الحمدلله. ان شاء الله موفق و معید باشید. اون شعار چی بود در مورد انتخابات؟ سازندگی و میگه سازندگی مناطق محروم. یه شعار دیگه دادید، من متوجه نشدم. یه شعار مردمیه. آه شعار این بود. رئیس صدراف مابقی الله فناره دوست. خدا حافظ شما. بله از میزون شما مهار دوگانه همون این که من عرض کردم. مهار دوگانه یک تئوری بود که آموزه مرتکم برای مهار دوگانه ایران و وسط همزمان. این بود مهار دوگانه. نه موضوع این که هر آمریکای خاورمیانه بزرگ چیه؟ در آمریکای خاورمیانه بزرگ یعنی این که ایران و نظامش از بین میبره خودش رو به حساب فقط ایران نکنه. یعنی یه طرحی که یعنی یه تهدید به ایران بعد در کشورهای منطقه اون نظرش تشکیل خاورمیانه بزرگ نیست. اون تهدید به ایرانه. شما اینطور نری بیا بپرس از من. لوزی صحیح نیست. اون از اون سو پخش بکنم. لوزی شما خراب هم کردی منو. نه شما. حالا من از تو گفتم درست بوده. شما عوضی میگی تا منو خراب بکنی. همین از شما بعیده. از کجا آب خوردی من نمیدونم. امتراضی یا نه؟ باش. من خواهی من پشت نکنم. بخش بکنم من شکایت کیفر میتونم بسه. یه ماه شما مانی دنبال ما که... دنبال میگرد یعنی که مصابون خطت یه نمیدونم شعارت یه میخوای تو خب برنامه چیه از من بپرس یه چیزهایی میپرسی که برنامه که شما اطلاع چرا اطلاع دارم من؟ من گفتم درستم گفتم شما پیس میدی به جای دیگه نم یه ماه پیش از ما آمده از من سوال مسابقه کنیم از اول معلومه که شما میخوای توته هستین دیگه میخواد من رو خراب بکنیم زشت از شما اگه پخش بشی من شکایت کیفر میکنم پدرت در میارم شکایت کنم آبا منم که مسابقه بودی منم سابقه دادم آبا بعدم این